احمد شاه از ریختن خون مردم مظلوم بیزار بود و تا کسی بر ضد امنیت داخلی قلمروش طغیان نمی کرد برای شمشیر نمی کشید. در حقیقت موجودیت پاکستان امروز مزد شمشیر احمد شاه بابا و مردم افغانستان است و اگر احمد شاه بابا از شرف و ناموس و هستی مسلمانان هند دفاع نمی کرد شاید تخم اسلام از آن کشور جاروب می گردید و امروز پاکستان وجود نمی داشت که با ناسپاسی از احمد شاه دورانی یاد کند و از کشور او و هموطنان او انتقام بکشد. از دیدگاه منافع ملی افغان ها و هم از دیدگاه منافع مسلمانان هند فتح پانیپت یکی از فتوحات درخشان افتخار برانگیز برای افغان ها به شمار می رود و دستاوردهای عظیم مادی و معنوی از آن فتح نصیب افغان ها و مسلمانان هند گردید. فتوحات احمد شاه بابا در هند از نوع فتوحات نبود که 22 سال قبل سلف و نادر افشار در سال 1839 هندوستان برای انداخته بود. دلت توجه که در تفاوت ده. نادر افشار یک روز بعد از فتح دیلی وقت شنید که مردم آوازه انداختن که نادر مرده است چنان خشمگین شد که دستور داد تا 3 روز مردم دهلی قتل عام شوند. لشکریان نادر چنان کشتار برا انداختن که در کوچه های دهلی راه عبور میسر نبود و سرانجام یکی از امیران لشکر به نادر افشار عرض کرد که دیگر زندجان در دهلی باقی نمانده است. شاه دستور بدهد که مرده ها زنده شوند تا لشکر ظفرنمون باز آنها را از دم تیغ بگذراند. آنگاه نادر افشار با احساس خوشنودی امر نمود که دست از کشتار بگیرند. بدبختانه نظام های فیودالی چی در شرق و چی در غرب دارای خصلت یکسانند. فاتحان بزرگشون پتر کبیر و ناپلئون و استعمارگران انگلیس در امریکا و آفریقا و آسیا همگی در هنگام توسعه طلبی و فتوحات خود دست به جنایت هولناک زده اند تا ساحه قلمرو خود را وسعت بخشند. بنابراین عنصر زور و اعمال خشونت و کشتار در شکل بندی جغرافیای موجوده جهان نقش تعیین کننده داشته است. هیچ یک از کشورهای خرد و بزرگ جهان از روی صندوق‌های رای عامه به وجود نیامده اند تا ما هم بر احمد شاه بابا خورده بگیریم که چرا قلمرو سلطه‌اش را با لشکرکشی و اعمال لزور شکل داده است. خصلت نظام‌های آن وقت برای تحکیم سلطه خیش چنین روش را بجا و روا می‌دانستند. حتی در اواخر قرن 20 رهبران تنظیم‌های اسلامی که هر کدام پروفسور و انجینر و استاد پانتون بودند طی سال‌های 1992 و 1996 برای توسعه سلطه خود در شهر کابل چنان کشتار و غارت و چپاول و تجاوز و تخریب کردند که تاریخ نظیر آن را به یاد ندارد. بنابراین این کشتار مرحله‌ها برای لشکریان احمد شاه بابا در 250 سال قبل از امروز در مقایسه با کشتار شهریان کابل توسط بانهای افغان که از کشته هموطن خود پشته ها ساختن و جوهای خون جاری نمودن نباید برای نویسندگان دری زبان و غیر پشتون بسیار تعجب برانگیز باشد. و اما در مورد گرگ استعمار و برداشتن سنگ بزرگ مرحته از دم رای او باید گفت که احمد شاه در آن وقت نه کلمه استعمار را شنیده بود و نه هم معنی آن را اگر شنیده باشد بدان گونه که امروز ما میدانیم میفهمید، زیرا مقوله استعمار و نه خود استعمار از زمان مارکس یعنی اواسط قرن 19 و بعد وارد ترمینولوژی سیاسی گردید و با عهد احمد شاه یک قرن فاصله دارد. حتی در آن روزگار خود هندی ها نیز انگلیس ها را به چشم سوداگران خارجی می دیدن، نه به عنوان غاصبان سرزمینشان، تا چی رسد به احمد شاه یا افغانان دیگر. غبار خود در این زمینه می نویسد که قبل از تأسیس دولت افغانستان در هند یک قوه نهانی و خطرناک دیگر وجود داشت که مثل اختطاف پوتی از ماورای ابحار غوطه زده و در سواحل هند سر کشیده بود. این قوت ناشنا که با اسلحه علم و فن و تخنیک عالی تر و هم با حرص و خشونت مجهز بود به شکل تدریجی اما عمیقا در عروق و شرایین هند جسیم و غنی سیر میکرد، در حالی که هندی ها ایشان را سوداگران بیشتر نمیدانستند. آنان را تاجر و دکاندار می نمیدن و این همان استعمارگران غربی بودند که تجزیه و تقسیم و نفاق تمام قوت های ملی را به ثروت آن می خواستند. واقعیت این است که احمد شاه چی بر هند لشکرکشی می کرد و یا نمی کرد
و چی با مرهتها می جنگید یا نمی جنگید؟ انگلیس ها که از 140 سال قبل از حادثه پانیپت در هند رخ نکرده بودند، کارشان را بر طبق طرح و برنامه استعماری خود اجرا می کردند. برای انگلیس ها نپس کردن مرهتها سنگ بزرگ بشار و شمار می رفت و نسق دادن دولت بابری های هند. در آن زمان انگلیس ها در بمبئی و کلکتا و مدارس بنگال و سایر شهرهای پرنفوذ هند از جریان اوضاع در هند آگاهی داشتند و هر هفته و هر ماه با تطمیع و تخفیف راجعهای خودخواه و خودسر هند قراردادهای دو جانبه می بستند و سپس آنها را مکلف به اجرای مواد آن می نمودند و تا سرانجام به اشغال سراسر هند موفق شدند. 23 سال پس از جنگ پانیپت، یعنی پس از آن که امریکا استقلال خود را از زیر سلطه انگلیس اعلان کرد، پای رقابت های استعماری از قاره امریکا به آسیا کشیده شد و اشغال نظامی هند هدف این رقابت ها قرار گرفت. انگلیس ها در زیر پوشش سوداگران خارجی یعنی کمپنی هند شرقی ابتدا رقبای تجارتی اروپایی یعنی پرتغالیا و فرانسویا و هلندیا را یکی بعد از دیگر از صحنه اقتصادی و سیاسی هند خارج ساختند و 30 سال بعد از مرگ احمدشاه بابا دهلی را اشغال کردند. آیا در جهان امروز کسی پیدا می شود که بتواند سیاست یک سال بعد انگلیس را پیش بینی کند؟ تا ما هم بعد از گذشت 250 سال از جنگ پانیپت از احمدشاه به عنوان پادشاه افغانستان این سوال را بکنیم که چرا نتوانسته سیاست 40 سال بعد انگلیس را که در آن زمان را در آن زمان پیش بینی کند که جنگ با مرهته به معنی آیا در جهان امروزی کسی پیدا می شود که بتواند سیاست یک سال بعد انگلیس را پیش بینی کند؟ تا ما هم بعد از گذشت 250 سال از جنگ پانیپت از احمدشاه به عنوان پادشاه افغانستان این سوال را بکنیم که چرا نتوانسته سیاست 40 سال بعد انگلیس را در آن زمان پیش بینی کند که جنگ با مرهته به معنی برداشتن سنگ بزرگ از دم راه استعمار است و راه تعرض و تجاوز انگلیس را بر سراسر هند مساعد گردانید. غبار آنجا که میخواد اندک واقع بینانتر با اقدامات احمدشاه و عصر او برخورد کند، در پای آن پاراگراف ملامت آمیز خود این جمله را می افزاید و می نویسد: شاید در اینجا بتواند گفت که احمدشاه در زمان و مکانی به سر می برد که پیش بینی از خطرات آینده استعمار برای او ناممکن بود. غبار اگر در آغاز آن پاراگراف این جمله را می نوشت، دیگر ضرورتی به محکم نمودن احمدشاه و ارائه دلایل اضافی نبود. اما پس از آن که حرفایش را گفته است، با بیان این جمله از اعتراض بیشتر پرهیز کرده است. آخری پاراگراف دو دقیقه بونیسه: خدشه‌دار کردن حیثیت و شخصیت احمدشاه بابا در نظر شاگردان و نسای آینده با منظر خود ساختن و به عرض کردن تاریخ افغانستان است. چین احمدشاه بابا بود که برای ما هویت ملی و تاریخ و سیاسی بخشید، ورنه ملت ما در زیر چکمه های استبداد شاهان و سلاطین بیگانه هند یا ایران و مراول نهر هویت ملی خود را از دست میداد. احمدشاه بابا جز سعادت و سربلندی و استقلال مردم افغانستان آرزویی نداشت و با تحمل رنج سفرهای طولانی و قبول خطرات گوناگون سعادت و سربلندی و استقلال مردم افغانستان آرزویی نداشت و به حیث و به عنوان یک رهبر و پیشوای فداکار و شجاع افغان، فاتح و فاتح میدانهای نبرد های سرنوشت ساز برای افغانها افتخار آفرید و هرگز به وطن خود خیانت نکرد و هموطنان خود را خوار و حقیر نشمرد. هرگز خود را بالاتر و بیشتر از هموطنان خود به حساب نگرفت. هرگز تناسایی ننمود و به عیش و نوش نپرداخت. هرگز از کدام قدرت خارجی دستور نگرفت و بر فرق ملت خود نگفت. احمدشاه با آن که تاج می گرفت و تاج می بخشید، بر سر خود تاج نمی نهاد، بلکه مثل سایر هموطنان خود دستار می بست. چه دا نمونه در اکسی و به درد دل آنها گوش فرا می داد و به داد مظلومان می رسید و مثل یک پدر مهربان با هموطنان خود برخورد می کرد و از همین جهت مردم او را بابا می گفتند. همین محقق در جای هدف الفنسون در انگلیسی محقق دید. در اینجا در جای دیگر اعتراف میکند که براسی اگر شاه در آسیا سزاوار احترام ملت خیش باشد، جز احمد شاه کسی دیگری نیست. به یقین میتوان گفت که اگر احمد شاه بابا نمی بود، امروز کشور به نام افغانستان نمی بود که در نقشه جهان جای را اشغال کند و فرزندانش به نامش افتخار نماید. به همین دلیل هیچ نویسنده و مورخ با انصاف نخواهد بود که افغانستان را میراث گرانبهای احمدشاه بابا نشمارد و به استقلال و حاکمیت ملی آن احترام ننماید. پس باید احمدشاه بابا را احترام گذاشت و از او به خاطر خدمات مهم و
مهم سیاسیش سپاسگزار بود و با فرزندان وطن باید درس سپاسگزاری از مردان بزرگ و شخصیت‌های ملی را آموخت و من الله توفیق. ډیر مننه انجنیر صاحب حضرت نا او دغه راز د استاد کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی د کور ودان وی دوی همیشه په خپل قلم د افغانستان د ملی ګټو او ملی مشاهیرو د دفاع لپاره اړم کړی دی او هغه نه کار اخلي. لکه په دې مقاله کې چې مو اوریدل اشتیا هم د هند د نیولو لپاره د انګریزانو طرحه د احمد شاه بابا له زمانې نه ډیره مخکې جوړه شوې وه. لومړی ځل چې د ختیځ هند کمپنۍ په برتانیا کې ثبت شوه د یو نیټه ده چې تاسو ته په یاد وي، 1680 کال د جنورۍ میاشت کې وه. شپږ سوه دقیقا د جنورۍ په میاشت کې چې یعنی د احمد شاه بابا له زمانې نه یو نیمه پیړۍ د مخه دا کار شوی دی او دوی طرحه درلوده چې هلته به ځي او دا کار به کوي. پاک صورت ښه، اوس به که ستاسو اجازه وي زه یوه خاطره ووایم او بیا به وروستۍ موضوع ته راشو. تیر کال له ډیلي نه یو اورګاډی د هند یوې بلې برخې ته روان و او یو ځای کې یې اور واخیست او ما دا خبر په تلویزیون کې کوت. په دې څنګ کې یو نوم زما تر غوږ راته، ما ویل چې دغه نوم مې چېرته اورېدلی، لکه بیخي سړی چې په خوب کې ګوري، ځکه په ما په دغه لیکنه باندې نه و لیدلی. موږ پانی پت په هغه ډول چې په عربي الف با باندې لیکل کېږي په دغه الف با مې لیدلی او دوی پوت تلفظ کاوه په هغه ډول چې په لاتینو حروفو باندې لیکل کېږي. وروسته متوجه شوم چې پانی پت کې دغه اورګاډي ټکر کړی دی او خلک پکې وژل شوي دي. نو د هغې نه وروسته داسې یوه تلوسه له ما سره وه همیشه چې سړی دغه ډګر ته ولي، ځکه چې خاطرې مې په ذهن کې رالي دغه ځای وګوري او دغه جګړو سیمې او زاینه وګوري. له نیکه مرغه یما جان بارز سږ کال یا 2010 کال کې دا فرصت موندلی و چې هلته لاړ شي او دغه راز ډیلي ته لاړ شي. موږ سره یوه مشوره هم درلوده چې که په هغه لاره باندې چې احمد شاهي لښکرې ډیلي ته ننوتلې او دغه لار یې وویله که په دغه لار باندې لاړ شي دا به یو تاریخي کار وي. دوی بیرته راستانه شوي دي، البته دوی به طرحې لري د نورو کارونو لپاره هم چې له خپل سفر نه یا مقالې جوړې کړي یا نور شی جوړ کړي. د دغې غونډې لپاره هم ځینې شیان راوړي دي، تصویري هم دي او پخپله به هم پرې وغږېږي. له ده نه به هیله وکړو چې موږ ټول د پانی پت ډګر ته بوځي. مننه جنوش صاحب، خدا رښتیا هم لس دقیقې دي ډېر به نه وي. بیا هم سلام، موږ غږېږه ما اوس خو نه پیل ده. موږ د ستر احمد شاه بابا او د هغو ویاړونو په باب چې دغه ستر ټولواک موږ ته په میراث پرېښي دي لوستي دي، اورېدلي مو دي، خبرې مو سره کړې دي او همدلته شته ځینې استادان لکه خپله صفیه حلیم، زرمروال صاحب او سنګروال صاحب، دوی سره ما په دې اړه ډېرې خبرې هم کړې دي له دې سفر نه مخکې او کله چې راغلو هم. خو زه داسې ګڼم که موږ دغه پانی پت ډګر ته یو لاند سر ورښکاره نه کړو، دغه ټولې خبرې چې موږ وکړې د دې د پوخوالي او کاروالي په برخه کې به په ثبوت وړاندې کولو کې ښایي موږ ناکامه یو. بیا په تېره ځوان نسل ته لکه د غمخور صاحب په خبرو کې هم راغلل چې ویل د ځوان نسل د اوس د نوښت په لاس کې ونیسي او مخې ته د شي، راځئ چې دغه تابیال هم لږ ځینه وکړو. نو ویل کېږي چې د پانی پت په ډګر کې د احمد شاه بابا د بری راز د هغه د پوځي پوهې او د نظم په نظم او دسپلین کې نغښتی دی او دغه نښې نښانې اوس هم په همدغه ډګر کې لیدل کېږي. وړاندې لیدې چې زه لاړ شم، مثلا ما ته پانی پت داسې یو ډول افسانه ښکارېده، ما به دا ویل چې رابه رښتیا وي که به نه وي، خو کله چې هلته لاړم هغه نظر زما بالکل بدل شو. راځئ چې دغه سفر ته په ګډه لاړ شو او یو څه چې غواړم یاد کړم، دغه ځانګړتیاوې د نښو نښانو چې زه یادوم دا د ادوانس هیستوري آف انډیا یا د هندوستان تفصیلي او بشپړ تاریخ څنګه چې تاسو ژباړئ په دې کتاب کې راغلی دي او د ګنداسنګ په کتاب کې هم داسې لنډې اشارې ورته شوي دي، خو په هغه تفصیل سره نه دي چې په ادوانس هیستوري آف انډیا کې دي. نو دغه تصویر چې اوس تاسو وینئ دا په پانی پت ډګر کې د
دنګه دګر هغه دروازه د کلچ تاسو نه نوځي البته خپل د قومندې سیمه چې د قومندې سیمه نه یو ډول دیوال تاو کړی دی دای دروازه ده